جهان دانش، نوآوری در آموزش با همکاری وایز، طرحی ابتکاری از بنیاد قطر. شماره دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی مرتباً رو به افزایش است. اما یا در بازار کار هم به همان اندازه شغل ایجاد می‌شود، یا شاید مدرک دکترا فواید دیگری هم دارد. در این برنامه به سراغ پاسخ این سوالات می‌رویم. گمان می‌رود اسلوواکی به یمن اختصاص سخاوتمندانه بودجه دولت به دانشجویان و دانشگاه‌ها بیشترین شمار دانشجویان دکترا را در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه داشته باشد. اما یا داشتن این شمار زیاد دانشجویان دکترا فایده‌ای هم دارد؟ آیا هدف از گرفتن این مدرک یافتن شغل بهتر نیست؟ اگر چنین است، آیا به اندازه کافی کار تراز بالا برای دانشجویان وجود خواهد داشت؟ در این گزارش خواهیم دید یکی از دانشگاه‌ها چگونه با این موضوع مواجه می‌شود. اسلوواکی در میان کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بیشترین درصد دانشجویان دکترا را در سال‌های اخیر داشته. بزرگترین دانشگاه این کشور چند هفته پیش اعلام کرد که مفتخر است در برخی رشته‌ها فرصت‌های شغلی بهتری در مقایسه با دانشگاه‌های نظیر آکسفورد و کمبریج برای فارغ‌التحصیلان خود فراهم می‌کند. تمام فارغ‌التحصیلان ما شاغل هستند. حتی در رتبه‌بندی شانگهای اول هستیم. هیچ یک از فارغ‌التحصیلان سال 2012 بیکار نیستند. اما دلایل این افزایش شمار افراد که به دنبال سومین مرحله تحصیلات عالیه می روند چیست؟ آیا واقعا برای کسانی که این دوره را به آخر می رسانند ثمری هم دارد؟ یکی از دلایل این امر اختصاص سرانه بودجه به دانشگاه هاست. هر چه تعداد بیشتری دانشجوی دکترا ثبت نام کند، دانشگاه پول بیشتری می گیرد. در کشورهای پیشرفته برای تحصیلات دوره دکترا باید هزینه کنند. تحصیل در دوره دکترا در اسلوواکی رایگان است. منتقدان میگویند که این وضعیت تنها باعث میشود بسیاری از دانشجویان بیشتر در دانشگاه بمانند و از مواجهه با واقعیت‌های دردناک بازار کار هنگام بحران اقتصادی فرار کنند. کریستیان والنتین اما مطمئن است که درسایی که در دوره دکترا درباره زیست شناسی و مغز انسان خوانده بهانه‌ای برای وقت کشی نبوده است. دلیلش این نیست که دنبال شغل میگردم، بلکه میخواهم شغلی برای خودم دست و پا کنم، شرکتی به وجود بیاورم که در آن بتوانم تجربیاتی را که طی تحصیل یاد گرفتم به کار بندم و شاید برای دیگران هم کار ایجاد کنم. کریستیان سپاسگزار کمک‌های دولت است، اما یان خبرنگاری است که درباره آموزش می‌نویسد و چند نمونه داستان در مورد دانشجویانی نوشته که چندان هم خوش عاقبت نبودند. اونها در پیدا کردن شغل مشکل دارند. مثلا در کتاب فروشی کار می‌کنند یا در اتریش ویزیتور شدند یا با حقوق کم کارمند امور اداری هستند. در هر حال در زمینه تحصیلیشان کار نمی‌کنند. لطیفه‌ای در اسلوواکی است که میگوید در اینجا همه میتوانند مدرک تحصیلی بگیرند جز آنهایی که زیر تراموا بروند و کشته شوند. در میان دولت اسلوواکی معیارهای تامین بودجه برای تحصیلات را سخت‌تر کرده. در نتیجه شمار فارغ‌التحصیلان دوره دکترا شروع به کاهش است. این در حالی است که بسیاری از جوانان در مواجهه با واقعیت بیکاری تلاش می‌کنند سر خود را بالای آب نگه دارند و غرق نشوند. در حالی که کشورهای مانند اسلوواکی سیستم تحصیلیشان را بهتر می‌کنند و تلاش می‌کنند دانشجویان بیشتری جذب دوره‌های دکترا کنند، خیلی از دانشجویانی که مدرک کارشناسی می‌گیرند به دنبال درس‌های تحصیلات تکمیلی در کشورهای دیگر هستند. در این گزارش تجربه دانشجویی را بررسی می‌کنیم که در مؤسسه معروفی در ایتالیا مشغول تحصیل است. سیاو شیبون در مالزی تحصیل کرده. مدرک کارشناسیش را از دانشگاه پوترا و مدرک کارشناسی ارشدش را از دانشگاه ساراوا گرفته است. این زن 32 ساله اینک در مرکز مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در تریسته ایتالیا مشغول پژوهش است. امرا دوست دارم و از وقتی 17 سالم بود تصمیم گرفتم به کار دانش بپردازم و در علوم همیشه موفق بودم. خانوادش همیشه او را برای اینکه تحصیلاتش را در این مرکز ادامه دهد حمایت و تشویق کردند.
رقابت در این مرکز تحقیقات عالی مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی برای پذیرش دانشجوی دکترا بسیار شدید است. به خصوص دلم می‌خواست در این مرکز تحقیقاتی باشم، چون مرکزی بین‌المللی است که به کشورهای در حال توسعه توجه دارد. اینجا مرکزی بین‌المللی برای مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی است که 25 سال پیش در چارچوب سازمان ملل متحد برپا شد تا به صورت حلقه مشترکی برای پژوهش و تربیت دانشپیشه‌های بیش از 63 کشور فعالیت کند. کشورهایی که بیشترشان در حال توسعه هستند. این مرکز تحقیقاتی اکنون خانه دوم سیاشی شده. او بیش از 10 ساعت در روز مطالعه می کند و در مورد نتایج کارهای پژوهشیش با همکارانش در آزمایشگاه بحث می کند. 2 سال است در تریسته در ایتالیا هستم. این شهر آرام برای درس و دانشگاه بهترین جاست. یادم میاد یک روز جوزفین معلمم از من خواست به چشمایش نگاه کنم. او به من گفت بلند پرواز باش و پرواز کن و من هم همین کارا کردم. سیاشی دلتنگ خانواده، دوستان و غذای کشورش است. او برای گذراندن دوره دکترا در این مرکز از خیلی چیزها گذشته است. یافتن دوره‌های مناسب در دانشگاهی معتبر البته خیلی مهم است. اما با تنش ناشی از ارائه پایان نامه چه باید کرد؟ بهترین روش برای رسیدن به نتیجه مطلوب پس از سالها کار و مطالعه چیست؟ برای برخی دانشجوها دفاع از پایان نامه و رویارویی با انتقاد مشکل ترین چیز است. با یکی از این دانشجوها آشنا می شویم. در مرکز بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین، روز جدیدی آغاز شده است. امروز دانیل و همسرش برای دفاع از پایان نامه دکترای دانیل در رشته علوم اجتماعی به دانشگاه UBA می روند. استاد راهنمای رساله او، دکتر فابیان لودنیا، آخرین نصیحتهایش را پس از 6 سال کار و همکاری نزدیک به او می دهد. از کل فرایند دفاع از پایان نامه شاید این مهمترین لحظه باشد، لحظه‌ای که از آن شماست، صمیمی‌ترین لحظه‌ای که باید در آن توضیح بدهید محصول پژوهش شما طی این سال‌ها چه بوده است. از نظر عاطفی این لحظه بار سنگینی دارد. خب فابیان داستان من رو میداند، همراه من بود تا کمک کند تمرکزم را از دست ندهم و کارم را به ثمر بنشانم. فکر میکنم همکاری ما برای رسیدن به این لحظه بوده، نه تنها همکاری تحصیلی بلکه تجربه های مشترک. دانیل برهان محکمی برای دفاع از کارش در برابر هیئت داوران آماده کرده است. موضوع پایان نامه باید تازه باشد. داورها درباره برخی از زمینه‌های اصلی پژوهش دانیل پرسش‌های خواهند داشت و درباره درستی مشاهدات و یافته‌ها بحث خواهند کرد. به نظرم برهان‌ها و بحث‌های شما چندان مستدل نیست. احساس میکنم که باید درباره آینده فکر کرد. این مسئله بر اساس توضیحی که البته بخشی از پایان‌نامه است برایم روشن شد. پس از 1 ساعت بحث، دانیل میتواند با بعضی از اعضای خانواده که برای دلگرمی و آمدند استراحتی بکند. دانیل به آنها میگوید که چطور از پایان‌نامه‌اش دفاع کرده. این در حالی است که داوران پشت درهای بسته درباره نظر نهایی بحث میکنند. اعضای هیئت داوران همه دارای مدرک دکترا هستند و در زمینه پژوهش دانیل تخصص دارند. خیلی خسته و عصبی هستم. طبیعی است. مگه نه؟ منتظر اعلام نتیجه ام. دانشجوی دکترا شرحی منسجم و خوبی را آماده کرد و به همه پرسش‌های داوران پاسخ قابل قبول داد، ولی همچنین برای همه پیشنهادات مطرح شده نظری صحیح عنوان کرده است. به دلایلی که گفته شد هیئت داوران این پایان‌نامه را با درجه عالی می‌پذیرد. پاداش دانیل بیشترین تشویق ممکن برای پایان‌نامه دکترایش است. And finally,
در آخر مایل هستیم تجربه های شما را در تحصیل در دوره دکترا بدانیم، تجربه های خوب و بد. بنابراین در نوشتن یکی دو خط در وبسایت ما تردید نکنید. هشتگ ما را در توییتر بر روی صفحه خواهید دید. تا هفته آینده با داستان های جالب بیشتری نزد شما باز خواهیم گشت. جهان دانش در همکاری با وایز، طرحی از بنیاد قطر.